درود بر شما هممیهنان گرامی، آرتمیس علی‌آبادی هستم. با برنامه به سوی ایران شهر در خدمتتون هستیم، کاری از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی. امروز من پیش از این که برنامه رو آغاز کنم، چون ما آگاهی داشتیم که پدر جناب شهرام اون مدیریت کانال یک در گذاشتم، اینجا یک یادی از ایشون بکنیم و به جناب آقای شهرام همایون و همسر نازنینشون اینجا یک تسلیتی از طرف خودم و همه دوستانی که در جنبش نوزایی ایرانی فعال هستند و همه با ایشون همدرد هستند در این واقعی ناخوشایند، تسلیتم ابراز بکنم و برای ایشون بلندای زندگی و تندرستی و همواره سربلندی و سرافرازی رو آرزو بکنم. حتما همه پدرانی که به خصوص پدران ایرانی همشون خیلی مهربان و ارجمند هستن و خیلی با ارزش هست وجودشون، ولی خب بعضی از پدرها احتمالا از نتیجه فرزندانی که تربیت میکنن نشون میدن که احتمالا خیلی خیلی با ارزش تر بودن و ما از درگذشت ایشون بسیار بسیار متاسفیم، ولی خیلی خوشحالیم که فرزند برومند و میهن پرستی چون آقای شهرام همایون رو به جامعه ایرانی، به این کشور، به این آب و خاک تحویل دادن و چنین فرزند بالنده ای رو برای از خودشون باقی گذاشتن. خب من چکیده این خواست از برنامه هایی که تا کنون در این به سوی ایران شهر ما داشتیم و دربارش با شما گفتگو کردیم، اول براتون میگم به صورت خیلی فشرده و بعد برنامه امروز را آغاز میکنیم. برنامه به سوی ایران شهر میدونید که همه چیزش درباره نگاه ایران شهری است. تعریف ایران شهر، واژه ایران شهر چیست، محدوده جغرافیایی ایران شهر کجا بوده، درباره اینها گفتگو کردیم و براتون گفتیم که محدوده جغرافیایی ایران شهر بزرگی که ما مینامیم ناحیه‌ای بوده از بالای چین در شرق، تمام ناحیه قفقاز در بالا، خلیج فارس از پایین و تا ناحیه‌ای که عراق و سوریه کنونی هستن از سمت غرب جزء این محدوده جغرافیایی بزرگ بودن. یک چیزی حدود 125 استان در این محدوده میگنجیده و دانستیم که زبان ایران شهری زبان هخامنشی یا آریایی بوده. از فرهنگ ایران شهری سخن گفتیم، گفتیم واژه شاهنشاهی از بطن این فرهنگ در اومد در زمان داریوش بزرگ. آموزش و آموزگاری و هیربودی گفتیم از ارزش های ایران شهری بود و دیوان سالاری، استفاده از خردمندان، شایسته سالاری در اداره کشور و سیستم دیوانی کشور از ویژگی های این فرهنگ بوده. نوشته کتابسازی یا دبیرسازی از ویژگی های فرهنگ ایران شهری بوده و ایرانیان چنان برای نوشته ها ارزش قائل بودند که نخستین مردمی در جهان هستند که نوشته را بر زر حک کردند. از خیشکاری های بنیاد ایران شهر، شهرنشینی بوده. در دوره های گوناگون ایرانیان شهرنشین بودند و فرهنگ شهرنشینی ارزشی بوده که نشان میداده عشق و علاقه هر فرد رو به آبادی شهر و خاک و میهنی که در اون زندگی میکرده. همونطوری که براتون گفتیم هیچ کشوری نام از خودش نداشته به جز ایران که نام یک قوم و نام یک ملت بر اون خاک و اون میهن نهاده شده و اینو ما در به صورت سند یا به اصطلاح بنچاق از محدودهی که میتونیم دسترسی داشته باشیم، کهن‌ترین هایی که میتونیم دسترسی داشته باشیم از گاتهای زرتشت و حتی پیش از اون میگن که این نام وجود داشته بر ایران و دستاوردهای ایران شهری رو گفتگو کردیم. گفتیم نگهداری از چهار گوهر ایجاد شهرنشینی در ایران میکرد: نگهداری از زمین، از آب، از آتش و از منش ایران شهری. گفتیم ایجاد پیمان بین قشرهای گوناگون اجتماع از دستاوردهای شهرنشینی بود و مردم به هم پیمان و الفت و انس پیدا میکردن، همونطوری که حلقه ازدواج دست دادن به یکدیگر رو ایرانیان به جهانیان معرفی کردن به عنوان نمادی از یک پیمان. همایش دوستی، مهربانی و رواداری از ویژگی های دیگر ایران شهری بوده.
اندوه و دروغگویی در نزد ایرانیان ناپسند شمرده می شده و ایرانیان ابزار بسیاری برای زندگی ساختند که به جهانیان عرضه کردند. پدیده هدیه یا ارمغان پدیده ایرانی است که باید از اندیشه یزدان بزرگ به پاس نیکی هایی که کرده بودند گفتن ارمغان داده شده، جام، تیر و کمان که در دیواره های تخت جمشید دیده میشه. باغ گفتیم، باغسازی، بوستانکاری یا پردیسازی واژه ایرانی است و سیستم ایرانی است. باغ از واژه باغ اومده و پس نخستین کسانی بودند که به جهانیان پارک و باغسازی رو نشون دادن. مجراسازی، کانالسازی که بعدها قنات نامیده شد، همون کانال ها از ویژگی های فرهنگ ایران شهری بوده. دهگانان یا نگهدار بودن از شهر یا ده یا اون زمین هایی که در اون ده کشت می شده، تمام اینها رو دهگانان نگهداری می کردن. دهگانان با کشاورزان فرق می کردن، طبقه تقریبا می شه گفت مالک بودن و نگهبانان شهرهای کوچک، شهرها، محلها. آجر نخستین بار گفتیم به صورت لعابدار در کاخ تخت جمشید به کار رفته، بنابراین پیش از اون هم آجر لعابدار رو در چغازنبیل داریم، بنابراین این هم از ابداعات ایرانی بوده. پست یا پشت که پیوند رو، کار پیوند رو ایجاد میکرده بین افراد گوناگون و نواحی گوناگون کشور، از ویژگی های فرهنگ ایرانی بوده. گفتیم که دربار، تاج، چتر یا سایبانی که روی سر شاه می گرفتن، مستمری و بازنشستگی، پول پرداختن در حاملگی، خونیاگری برای ایجاد شادی و همه اینا، گرمابه و اون اصطلاح متال یا استخراج فلزات از سنگ ها، اینا همه از ابداعات ایرانیان بوده. باج، مالیات، گزیه یا همون مجازات گرانفروشی از ابداعات ایرانیان بوده. بازرگانی های استاندارد و استانداردها و وزن هایی که به اصطلاح برای بازرگانی اختراع شد، برای معاملات اختراع شد، از اختراعات ایرانیان بوده. نخستین جاده بزرگ جهان از شوش به سارد مانند اتوبان امروزی کشیده شد توسط ایرانیان. بعد گفتگو کردیم در مورد اینکه ترکیه نام ایرانی است. ما گفتیم که ترکان که هستند، گفتیم ما اقوام گوناگون ایرانی به نام سکاها در ایران داشتیم که از یکی از تیره های سکاها ترکان بودند و ترک نامیده می شدن، اما بعدها به اشتباه اقوامی که از نواحی شمالی تر از بالای روسیه هم به پایین اومدن رو ما اینا رو ترک نامیدیم به اشتباه و اقوام زرتپوست نام ترک نهادیم، در حالی که ترک واژه ایرانی و نام قومی از سکاها بوده و خود ترکی هم که گفتیم ایه از پسوند ایرانی است، بنابراین ترکیه واژه ایرانی است، از ریشه ترک، تورک، تورج، همه اینا از یک ریشه هستند. بعد اومدیم گفتیم که ایرانیان اقوام بسیاری رو در جهان یک جانشین کردن یا شهرنشین کردن. این سکاها که اقوام ایرانی بودن به قسمت‌های تا سیسیل هم رفتن و اونجا یک جانشین شدن، همون جوری که ساکسون هایی که در انگلیس در کنونی ساکن هستن اینا ایرانی بودن، سکاها بودن. ساکسون یعنی فرزندان سکاها. و باز گفتیم که نام ایرانی است، همونطوری که گفتیم نام لندن به نام لندن، محلی که محل جمع شدن آب یا محلی که آب در اونجا خیلی سطحش بالا هست رو گفتیم آب راکت مانندی که مثل تایمز، در واقع رودخانه تایمز که گفتیم آبی بوده که از دریا به درون خشکی رانده شده و اونجا یک جان مانده، این نام رو گذاشتن لندن یا آب راکت یا آب یک جان مانده. گفتیم اقوامی که ایرانیان شهرنشین کردن اقوام بیابانگردی بودن، از تازیان گرفته تا اقوامی که از آسیای میانه بودند که مرتب حمله می‌کردند به شهرهای گوناگون، چه در چین چه در ایران. ما اینها رو هم یک جانشین کردیم و شهرنشینی اینها یاد گرفتن. اومدیم گفتیم که نام کلند سکاها، گفتیم از سگ گرفته شده، سگ یا همون اشک که بعدها اشکانیان هم نام اون رو بر خودشون گذاشتن و اشکناز رو که شما در قومی، نام قومی از یهودیان می‌بینید، همه از همین سکان گرفته شد و به خاطر اینکه حیوان بسیار پسندیده بود و خدماتی که سگ به میکرد، ایرانیان با سگ بسیار رابطه خوبی داشتن، برخلاف امروز روز که میبینید متاسفانه سگا رو در ایران قتل عام میکنن، کشتار میکنن. بعد گفتیم که در ایران ما اقوام سکا رو از بالا داشتیم که مهاجرت کردن، بلوچان، همون بلوچانی که اکنون در سیستان و بلوچستان زندگی میکنن، از بالای خراسان به پایین کوچیدن. ما در دوران هخامنشی به سیستان کنونی میگفتیم دراگیان،
و پس از اون در دوران اشکانی نام صفاهان سکستان شد و سیستان شد که اکنون نام سیستان در اونجا باقی مونده. سپس اومدیم در این باره صحبت کردیم که ما در دوران اومدیم در مورد قفقاز صحبت کردیم یا کافکاز، گفتیم کف به معنی کوه بوده، کافکاز کوهستان معنی میشه به زبان اوستایی. مردم کافکازی مردم ایرانی هستند، از نژاد ایرانیان هم هستند و اکنون این نژاد کاکیجن یا همون کافکازی رو که اروپاییان هم از همون نژاد هستند رو از اون نام گرفتن. گفتیم که نواحی که در قفقاز یا هم کافکاز وجود داشته بسیار زیاد بوده. قفقاز خیلی ناحیه بزرگی از ایران بوده، در واقع قلب ایران شهر بوده و فرهنگ ایرانی و تمام ویژگی های ایرانی رو داشته. بزرگترین شهری که در اونجا بوده دروند، که شهر از دوران ساسانی است و اکنون در روسیه کنونی است و این شهر بین دو دیواره بزرگ ساخته شده بوده که از دوران انوشیروان و این در بالای اون در میانه کوه اینها یه کانالی کنده بودن که کوه رو عبور کنن و بتونن ازش گذر کنن. هم اکنون این تونل بزرگی که زدن هنوز باقی است و بعد بالای اون دروازه که حالت از دروازه داشته در گذشته و بالای اون نوشته شده بوده بر کتیبه‌ای که اکنون شکسته که از ایران خوشتر جایگاهی نیست به زبان پهلوی. بنابراین می‌بینید که گرجستان هم حتی نامی ایرانی است و نامی ایرانی است و طایفه یا قومی غیر ایرانی. و گفتیم که در این ناحیه قفقازی که در اون ناحیه در گذشته همه اینها جزء یک کشور ایران بزرگ شمرده میشد، کشورهای گوناگونی وجود دارن که براتون گفتیم که از قسمت‌های بسیار زیادی از ناحیه‌های تالشی که اکنون دو تکه شده ولی در اون زمان تالش نامیده میشد و یا بالاستکان نامیده میشد، اینا همه توی اون ناحیه بزرگ قفقاز قرار می گرفتن و تالش پایین ناحیه‌ای بوده که از بلوچستان و پاکستان قسمت از بلوچستان و پاکستان و کرمان کنونی در کنار دریای تا دریای خلیج فارس این قسمت پایین سکان بوده یا تالشه که پس از اون که دو تیکه شد ما تیکه بزرگی از بالای تالش رو از دست دادیم تا در سال 1823 و متاسفانه تالشی که دو نیمه شد دیواره سمت چپ رو برداشتن که ماسالی همون که ماسال ما الان میگیم پیل سوار یا بیل سوار آستارا و غیره قسمت های از باقیمانده های تالش هستن. تالش گفتیم با کاروس یا چالوس از یک نامن و گفتیم که نبرد قادسیه همون قادسیه بوده که لشکر 14 ایران که رستم فرخزاد در بالای اون به اصطلاح هدایت اون لشکر به عهده داشت می جنگید، در نتیجه از همون ناحیه کادوسان بودن که در نبرد قادسیه می جنگیدن و بنابراین اسم اون نبرد قادوسیه یا قادسیه شد. استان دیلمان گفتیم همون جایی بود که چالوس کنونی واقع هست و فومن یا همون هیلمن، هیل که تپه نامیده می شد باز واژه ایرانی بوده. گفتیم اینا همه قسمت های از اون به اصطلاح تالش هستن. زبان تالشی در قسمت های بزرگی از ایران صحبت می شده، زبان بلوچی و سکستانی یا سیستانی جز زبانهای تالشی بوده، زبان کردی نیز از زبانهای تالشی است و همچنین زبان سمنانی و شهر سکسر که در نزدیک اون هست. بعد گفتیم که در کافکاز مردم به زبان تاتی صحبت میکردن که این هم زبانی است نزدیک به پهلوی آذری و زبان پس پهلوی آذری بسیار شبیه به همین زبان تاتی بوده. اکنون از بین رفته زبان آذری پهلوی، تنها در چند روستا باقی مونده ولی همون زبان ولی یهودیان کافکاز ما میدونیم که به زبان تاتی دارن صحبت میکنن. بعد اومدیم پس گفتیم که کافکاز از بالا در ناحیه است که اکنون روسیه، گرجستان، ارمنستان، کشور بادکوبا، آذربایجان روسیه و چچن که همون ساسان بوده و بعدها روسا اونو چچن نامیدن، اینا همه نواحی بزرگی از کافکاز بودن. بعد اومدیم در نشست پیشین راجع به هخامنشیان صحبت کردیم، شروع کردیم به این که بگیم که هخامنشیان اصلا هخامنش یعنی منش برادرانه، هخا یعنی برادر و اومدیم گفتیم که فرماندهان و شاهنشاهان هخامنشی رو یونانیان برادران و خیشان خیش می‌خوندند و همچنین در تورات بخش استر، دانیال، ازرا و نهمایا همگی سپاس و ستایش از شاهان ایرانی است که در خود تورات شما میتونید ببینید. در برنامه پیش به اونجا رسیدیم که تیموسکلس یونانی به ایران آمد، زبان ایرانی را آموخت تا بتواند
به زبان آریایی سخن بگه، ازش خواسته شد در ایران با زبان ما سخن بگو و بیا و نظرات تو برای شاه بگو. در این برنامه خواهیم دید که ما چگونه شاهان و پادشاهانی در ایران داشتیم و چه رفتار و چه بینش این شاهان داشتن و چرا با یونان و روم تفاوت داشتن. در این برنامه در خدمت جناب دکتر ستوده هستیم، ایران شناس، محقق، پژوهشگر در دانشگاه، که بقیه برنامه رو ایشون گفتگو خواهند کرد. بفهمید آقای دکتر. خب با سپاس و ستایش که این بخش بسیار بزرگی از گفته ها را شما به ریخته چکیده گفتید، با سپاس و ستایش به فرهنگ ایران و به گفته اوستا یعنی مخبرنو یزمیده که به پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم، همچنان که فر ایران ستوده میشه در اوستا فر شاهنشاهی ایران ستوده میشه که کوبینیوم مخبرنو هست. من به فر شاهنشاهی ایران، به فر کشور شاهنشاهی ایران باز دوباره درود میگم. گفتگوی که گمان کنم هفته پیش آغاز کردیم همچنان در این هفته دنبال میشه، گفتگویست سنجشی. من که از فرهنگ ایران شهری میخوام گفتگو کنم، گزیدم که گزیدم که فرهنگ ایران شهری رو نمایندگان یه فرهنگی ایران که شاهنشاهان گرانمایه دلاور هخامنشی هستند را بسنجیم با نمایندگان مردم دیگر. اینجا ایران و ان ایران را شما با هم دیگه میسنجید. اونگاه رفتار شاهنشاهان ایرانی که نمادهای فرهنگی ایران و نمادهای فرهنگ مزدیسمی و پرورندگان و بنیانگذاران فرهنگ ایران شهری هستند رو می توانید بسنجید با رفتار دیگر فرمانروایان و دیگر مردمان. من این سنجش را انجام میدم، اونگاه خوب شنوندگانم که گوش میکنن می توانن بخشای دیگری را بسنجن. هفته پیش که ما گفتگو میکردیم، با سپاس دوباره از شما که گفتگو را که از بار پیش گسیخته بودیم درباره تیموسکلس پیوند دادید دوباره به تیموسکلس، درباره تیموسکلس که گفتگو میکنیم، کارگردان آرش هستن اینجوری گفتید دیگه نه؟ بله بله. خب با سپاس از ایشان میتوانن شماره های لغزنده های شماره 8 19 3 18 را نشان بدن. در این لغزندگان شما چهره تیموسکلس را می توانید ببینید. بار پیش ما گفتیم که ایشان از اسفهبدان یا از دریا سالاران بزرگ یونانی هستند و در هنگام فرماندهی در هنگام نبرد سلامیس ایشان فرمانده نبرد بودند. می توانید اگر بخواهید لغزندگان زیادی من به شما فرستادم به دلخواه. هر کدومشه که شما بگید آقای آرش نشون میدن. آره. 11 رو میخوان 11 رو ببینن. 26 27 28 30 29 32 31 اینا نبردهای پرده هایی یا سیماهایی از نبرد سالامیس هستند. می توانید اینا را نشان بدهید که شنوندگان ببینن که ما درباره چیز نبرد سالامیس یکی از نبردهایی بوده است که ارتش همایونی شاهنشاهی هخامنشی در برابر یونیه یا یونان که نام ایرانی یونانیان است نبرد میکردیم و تیمسار تیموسکلس یکی از فرماندهان رو در روی ما بود، هماورد ما بود است و ارتشداران ارتش شاهنشاهی پیش از اینم من گفتم دل خوشی از ایشان نداشتن برای اینکه ایشان در برابر ما نبرد میکرد. اما باز بار پیش من گفتم پس از پایان جنگ ایشان به شهر آرگوس رفته بودن و در شهر آرگوس گفته بودن که این تکرار است، گفته بودن که خدایان یونانی بر شاهنشاه ایران رشک بردن، نخواستند که یک شاهنشاه فرمانده اروپا و آسیا گردد. یونانیان از این گفته در شهر آرگوس که ایشان گفته بود بسیار خشمگین شدند و ایشان گریخت به شهر کاریا.
شهر کاریا امروز شهری است که بهش ترکیه بودروم بهش میگه بس. از نام پیتر که یک کلیسایی در اونجا بود، این نام نادرست رو بر شهر کاریا گذاشته است که استانی از شهرهای ایرانی در دریای مرمرا و اژه است. در اونجا که رفته بود در شهر کاریا، بار پیشم من گفتم که در اونجا دوباره این سخن رو گفته بود و اینکه مردم کاریا با ایشان هماهنگ شدن. یونانی ان اینا، یونانی ان، اما با این افسر یونانی هماهنگ شدند و از ارتش شاهنشاهی و از کشور شاهنشاهی ایران و به ویژه از شاهنشاه دلاور، شاهنشاه آرتاخشاچا یا اردشیر درازدست، برای اینکه شاهنشاهی بود که بسیار توانا بود، دست درازش به همه جا دراز بود و توانا بود و دست به نیکی دراز میکرد، را همراهی و ستایش کردند. به شما گفتم که یونانیان خشمگین از این شدن، فرمان روایان یونان خشمگین شدن. تیموسکلس گریخت، بار پیش گفتم، اونگاه باز دوباره گفتم بار پیش که مردم کاریا رو یونانیان به بردگی گرفتن، اونگاه زنان رو گفتن تا پایان زیستتون باید باربرداری کنید. لغزنده شماره 34 که من فرستادم میبینید زنان رو که بارهای آسمانه ها یا سقف‌ها رو سرشون میکشن. ویتروبیوس یک افسر هست و یک هنداختر یا پیمانور یا مهندس یونانی است، خودش این را گفته. ما زبان اونها میگیم که میگه که این ریخت از شهرسازی یا ستونسازی پس از گوشمالی که یونانیان از ایرا از یونانیان کردن پدید آمد. بگذاریم. در اون شماره 18، لغزنده شماره 18، میبینید که شاهنشاه که تیموسکلس را پذیرفت و من سخنان دیگه گفتم که جانان سخنی گفت من نمیخواهم که شما به زبان برگردان و ترگومه گفته کنید، چون زبان که برگشته میشه مانند گلهای غالی است که پیچیده میشه و خوب دیده نمیشه. شما بمانید در کجا؟ در دربار شاهنشاهی ایران. زبان فرا بگیرید، آنگاه با ما گفته کنید. ارتشداران ارتش شاهنشاهی خشمگین از این شدن، اما شاهنشاه گفتش که فرمان اشاست، فرمان رواداری است. این فرمان ایشان ماندن، همسر گرفتن. ما میدانیم خود یونانیان نوشتن که چند پارچه آبادی را در همون بخشای یونان که در زیر فرمان همایونی شاهنشاه ایران بودن، برای اینکه این افسر درآمد داشته باشد، تیموسکلس به ایشان دادن که از درآمد آن شهرها ایشان بتواند بزید. این آرامش، این آسایش، این پناهی که ما به ایشان داده بودیم، بار پیش من گفتم که در تاریخ ماند، در نوشته هرودوتوس ماند و یک تبهکار ایتالیایی است، نامش ناپولیونه، به گوش این جنایتکار هم رسید. روان کسروی شاد باشد، میگوید که آوازه جهانداری، آوازه رادی، بخشندگی، بزرگی، مهمان نوازی ایرانیان در 2500 سال ماند تا به گوش یک ایتالیایی که ناپولیون است رسید و ایشان در نبرد واترلو خوشبختانه شکست خوردن. زمانی که شکست خورد، شما می توانید شماره 46، لغزنده شماره 46 را نشان بدید. سلاید یا لغزنده 46، زمانی که شکست خورد، ببینید این چهره ای هست که انگلیسیان از ایشان کشیدن. در واترلو رفت، اونگاه بسنجید این چهره رو با تیموسکلس در دربار شاهنشاهی ایران خودشون کشیدن. نه این لغزنده شماره 46 رو من کشیدم، نه شاهنشاه اردشیر را با تیموسکلس، من خود اروپاییان کشیدم. بسنجید این دوتا رو. ناپولیون شکست خورد در اونجا. زمانی که در واترلو شکست خورد، از انگلیسیان میخواهد که با من رفتاری کنید که شاهنشاه ایران، شاهنشاه روانشاد آرتاخشاچا
یا اردشیر بزرگ با تیموس کلس کرد. بسنجید انگلیسیان با او چه رفتاری کردن؟ او را به انگلستان که راه ندادن هیچ، در دور افتاده ترین آبخست یا جزیره در سنت هلن او را زندانی کردن. زندانی کردن در اونجا، اینم ریختی هست که برایشان کشیدند. درسته. من چرا این ایتالیایی را با زبان تلخ مینامم؟ ایشان ایتالیایی است، فرانسوی نیست. چرا با زبان تلخ مینامم؟ برای اینکه ایشان بدپیمان بود، ما بدپیمان نبودیم. در میترایشت نوشته است که پیمان اگر با راستی میبندید نشاید شکست، اگر چه با بدپیمان. همانا شاهنشاه ارتاخشتشه یا اردشیر هخامنشی روان شاد باشد که درستترین رفتار را به آنچه را که اوستا یا میترایش میخواست کرد و یک میترایی بسیار درست بود، چون پیمانی که با راستی بسته بود نشکست و با یک دشمن اون رفتار کرد. در جایی که این ناپلیون ایتالیایی با ما پیمان بسته بود که ما را در نبرد جانسوز کافکاز در برابر روسیان پشتیبانی کند. درسته. لغزنده شماره 36 را نگاه کنید. 36، بله. ایشان همزمان که با ما پیمان بسته بود که به ما جنگ افسار بده، به ما یاری برسانه، رفت به شهر تلیست. در شهر تلیست با روسیان، یعنی با الکساندر رومانوف، پیمان بست. اینجا یک چهره عاشقانه هم دارند، این نشان رو خودشون کشیدن. در اونجا به دلدادگی دو تبهکار جنایتکار یکدیگر را دربر کشیدن و در میان جنگ ما را رها کرد و تنها گذاشت. آنگاه انگلیسیان از یسو، ملا از یسو، قجر جنایتکار از یسو، روسی جنایتکارم از یسو، گردن ما را در کافکاز بریدن. درست. کوشک بابام عرس آمدن، آب عرس از چشمم می چکد یا می ریست. این کار با ما کردن. برایند یا بهره این کار، لغزنده شماره 37 رو نشان بدهید. بهره این کار بود که ارتش شاهنشاهی در کافکاز شکست خورد. شماره 37 نگاه کنید. شیر شاهنشاهی ایران در بدر گشته، خورشیدش خاموش شده، شمشیرش افتاده و شاهینی که نشان ایران است را روسیان برداشته بودند. آن شاهین بر بالای شیر ترسیده و رمیده و شکست خورده نشان میداد. این نمیخوام زبانم را نگه دارم که ایرانیان همین کار را با شیر و خورشید و شمشیر کردن که روسیان کردن و ناپلیون کرد و انگلیسیان کردن. همین امروز شیر شاهنشاهی ایران، خورشید ایران و شمشیر ایران این روزگار را دارد که در سالهای جنگ کافکاز روسیان از اون کاری که ایرانیان به شاهکار در سال 57 کردن مدال درست کرده بود. بنابراین آقای دکتر، همیشه دشمنان ما غیر ایرانیان یا ان ایرانیان نبودن. متاسفانه ما از خود ایرانیان بر خودمون به همون اندازه ستم میرونیم. بسیار به همون اندازه سرافکندگی خودمونیم. می